بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برام انتخابات. من محمد نصیر فیاض به اتفاق همکار میزبانی برام هستم. قسمی که پیش بینی شده بود، امروز نشست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نشست باز با معترضین، نتیجه قناعت بخش در قبال نداشت و بالاخره بدون نتیجه پایان یافت و نگرانی که از عدم پذیرش نتیجه نشست امروز همزمان پیش بینی شده بود که این گره بیشتر از پیش پیچیده نشه و نهایتا وضع به وجود بیاید که کمیسیون از زیر بار پیچیدگی های سیاسی خود نتانه خلاص کنه و یک جنجال کلان بالاخره در آخر روز مقابل کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، معترضین و نهایتا مردم افغانستان، کسایی که رأی دادن، در قبال سرنوشت آرای از اونا به وجود بیاید. حالا چیزایی را که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک صحبت خیلی طویل به طرف مقابل گفت، با اعتراضات معترضین نظر به کمبود زمان هم مواجه شد و باز هم نقطه عدم پذیرش، تکرار سناریوی قبلی که در میزهای رسانه ها صحبت می شد، امروز هم روی از او صحبت شد و هر یکی بیشتر بر موضوعات خود تاکید کردن و از موضوعات خود دفاع کردن. مطابق قانون انتخابات و مطابق مقررات انتخابات، شخص ثالث یا رکن ثالث نمیتونه بین دو طرف داوری کنه و مشکل خیلی پیچیده هم در این نقطه است که معترضین اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خلاف قانون میپندارند و کمیسیون انتخابات افغانستان در تلاش دفاع از تصمیمات یا مصوبات خود در برابر معترضین بود و همچنان هست. نهایتا این روند به کجا می انجامد، چی پیشروی است و کدام فاکت های امروز درست بود، کدام فاکت ها همچنان زیر پرسش است، کمیسیون ملزم به پاسخگویی یا برگشت به مصوبات قانون یا نصوص قانون است و نهایتا کدام نقطه ها را باید معترضین بپذیرند. مجموعه فاکتور می خواهیم شما سرش بحث بکنیم، اما قبل از یک کنم. کمیسیون مستقل انتخابات برای حل چالش های انتخاباتی و اتخاذ تصامیمش پس از انتخابات نشست معلوماتی را با نمایندگان دسته های انتخاباتی، احزاب سیاسی و نهادهای ملی و بین المللی برگزار کرد. در این نشست کمیسیون مستقل انتخابات در مورد 102012 رای خارج از زمان رایگیری، 137000 رای قرنطین شده از سوی شرکت در مالوک و دیگر راه های تکراری وضاحت داد. معیار یا یک آله تثبیت خارج از زمان برای ما دیگه دیوایس متاسفانه چی نشد، مبنا قرار نگرفت. زمانی مبنا قرار می گرفت که سافت‌ویر ساخته می شد و انسان در این نقش داشتن نمی تانست و لاک می بود، این را نتانستیم. نمایندگان نامزدان معترض خواهان پاسخ قناعت بخش به پرسش هایشان در مورد آرای خارج از زمان، آرای قرنطین شده از سوی شرکت در مالوک و دیگر آرای تقلبی از سوی کمیسیون شدند. شما در قسمت تایم خلاف نص صریح قانون انتخابات، خلاف نص صریح لایحه ابطال و بازشماری و خلاف نص صریح طرز العمل که خودتان ساختین تصمیم گرفتین و بعد هم میگین که ما میریم در محلات صندوق باز میکنیم، اونجا تفتیش میکنیم. چرا تفتیش میکنین؟ چی چیز قابل تفتیش است؟ ردیابی مراکزتانه به اساس کدام مرکز چقدر برگیری دهی روان کردین؟ کدام جدول نتایج روان کردین؟ کدام دیوایس روان کردین؟ به اساس کدام سریال روان کردین؟ اما برخی دسته های انتخاباتی و احزاب سیاسی تاکید بر این داشتند که باید کمیسیون به عنوان نهاد مستقل نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. من نمیفهم که چی وقت ما پذیرش در انتخابات جاگزین باخت میسازیم. انتخابات باخت وجود ندارن. یک تیم رای زیاد میبره، مسئولیت مردم به او میسپاره، تیم های دیگه افتخار آرای مردم داره و برای او باید افتخار بکنن. در این نشست اشتراک کنندگان یک ساعت فرصت داشتند تا پرسش هایشان را مطرح کنند، اما دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی زمان تعیین شده بر پرسش هایشان را قناعت بخش ندانسته، کمیسیون را بر ناشنوایی متهم کرده نشست را ترک کردند. مجبوریت شما را درک میکنیم، خانه تان هزار بار آباد، شما تصمیم ندارین که انتخابات کنین، شما تصمیم دارین تقلب به کرسی بشانین و فکر میکنم بسیار دشوار خواهد بود. برگزاری نشست معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات یگانه راه حل بنبست های انتخاباتی، دریافت قناعت طرفین و روشن شدن سرنوشت 7 ولایت بود، اما بی نتیجه پایان یافت.
د دین ناست نو وروسته به مونږ بیا هم خپل مجالس لرو په ولایتونو په اړه په نورو چې د دوستانو غوښتنې وي په ابتدایي پایلو په دې ټولو به خبرې کوو. دیده شود که آیا با این وضعیت کمیسیون مستقل انتخابات خواهد توانست نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند؟ برای بحث بیشتر با ما در استودیو محمد حنیف دانشیار عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این اول حضور دارند و نیمه دوم با دو تیم معترض و مدافع همزمان پیش خواهد بردیم، تیم دولت ساز و تیم ثبات و همگرایی. خوش آمدید بگم شما آقای دانشیار بسر. پرسش نخست، این نشست برای چی منظور برگزار شد؟ حداقل هدف نهایی از نشست امروز چی بود؟ نشست امروز از عنوانش مشخص است یک نشست معلوماتی بود و ما از رسانه ها هم تقاضا کردیم که را پوشش بدن و مخاطب ما هم مردم بود و در اینجا هم نهادهای زی دخل انتخابات دعوت بود، احزاب سیاسی دعوت بود، نهادهای بین المللی دعوت بود، تیکه‌های انتخاباتی دعوت بود. ما دو روز قبل از این نشست ما دعوتنامه فرستاده بودیم و در ضمن تقاضا کرده بودیم که اگر سوالی وجود داره که ما او را تشریح کنیم و بیشتر معلومات در این جلسه به مردم افغانستان و اشتراک کنندگان بدیم، این سوالات را با ما شریک کنیم که تعداد زیادی از این نهادها و تیکت‌ها سوالات خود را شریک کرده بودند و صحبت‌های یک بخشی از این نشست پرداختن به پاسخ سوالات اشتراک کنندگان بود. پس چیز جدیدی در این پیش بینی نشد؟ و این صحبت ها در رسانه ها در چند ماه هم یک ماه گذشته دوام ما فرمت از این جلسه این نبود که ما قطعا به نتیجه برسیم یا به یک تفاهم برسیم که خلاف قانون است در این مقطع زمانی در پروسه انتخابات. تفاهم و به نتیجه رسیدن قبل از انتخابات در برنامه ریزی و ترتیب لوایح هست که او هم با تیکت‌های انتخاباتی صورت نمیگیره. با نهادهای بی طرف اگر ضرورت باشه در موارد مختلف مشوره صورت بگیره که ما در موارد تکنیکی حتی با بعضی نهادهای ملی و بین المللی قبل از انتخابات در برنامه ریزی مشوره داشتیم و او زمان مشکل نداشت. در این مقطع زمانی چارچوب هر آن چیزی که هست تعیین شده و کارا مطابق از همون چارچوب حقوقی پیش رفته میره. اما اتهامی است که شما از چارچوب عدول کردین و قانون نقض کردین و نهایتا تلاش میکنین تا توجیه پیدا کنین برای نقض پیدا مشخص سوال کنین. من پاسخ دارم که کدام موارد را قبل از قبل از اون مک فرضیه براتون طرح میکنم. اگر قرار باشه یک کس واجد یک کتله بزرگ واجد رای واجد شرایط رای تذکره استیکر جدول همه چیز اما فردا بیان رای بتن فردای انتخابات آیا قبل پذیرش هست برای کمیسیون؟ در انتروال تعیین شده روز انتخابات یک دقیقه قبل و یک دقیقه بعد از انتروال رای داده باشه اعتبار نداره. چرا؟ به استثنای چرا اعتبار نداره؟ اجازه بدین به استثنای ای که در ختم روز که ما ساعت 5 ختم روز انتخابات اعلان کرده بودیم که او هم شرایط خود داره که اگر صفی وجود داشته باشه آخرین نفر قید شود در ژورنال ثبت شود و ناظری نمیره. یک روز بعدش چرا اعتبار نداره؟ قطعا است. چرا نمیتونن به یک نفر رای بدن؟ بر مبنای چی؟ قانون. حالا اگر قانون اصل است بس 102,000 رای فاقد اصل یا محتوای قانونی است و توجیه منطقی هم برخلاف آنچه که قانون سرعت داره جز توجیه دیگه چیز نمیتونه باشه. دقیقا من یک مثال بسیار ساده را میزنم به خاطر که مخاطب من قبل از یک مثال دادم و شما او را پذیرفتید. من دمی ارتباط مثال میزنم، یکی قانون صراحت داره و یکی انتروال زمانی روز انتخابات بسیار مهم است و یک دقیقه قبل و یک دقیقه بعد از این انتروال قابل اعتبار نیست و هیچ کسی او را اعتبار داده نمیتونه به شمول اعضای کمیسیون و من کمیشنر. دی هیچ شک نیست، هیچ دی تردید وجود نداره. اما یک مثال میزنم که این بحث از هان یا افکار عامه را متاسفانه تخریش کرده و مردم نگران است. بسیار عادی که قابل فهم برای مردم عام باشد. فرض کنین که در اداره تلویزیون آریانا تصمیم گرفته میشه که به تمام کارمندای آریانا تقدیرنامه داده شد. آیا برای تثبیت هویت کارمندای آریانا باید صورت بگیره یا نه؟ یا هر کس دیگه میگه من کارمند آریانا هستم بر از اون تقدیر نامه داده شد؟ این برمیگرده به این که مطابق چی تصمیم گرفته بله. میشه؟ بله، اینال تثبیتی از یک خارج از زمان است بحث است. ای که خارج از زمان اعتبار نداره هیچ در این مورد ما صحبت نداریم. ای که خارج از زمان تثبیت شوه مهم است به اساسی چی؟
مشکل همیجا است. بساس کدام مبنا؟ اگر شما بخواید بحث حقوقی کنید، حالا تلاشی است که با اسهان او دکانداری که از قانون چیز نمیفهمه و رای داده به گونه تلاش بازی صورت میگیره و هر کسی میخواد نظریات خود تطبیق کنه. چیزی که مرا به حیث یکی از مسئولین انتخابات افغانستان رنج داده ای است که پروسه انتخابات 1398 یک پروسه کاملا تکنیکی پیچیده و قابل فهم افکار عامه نیست. بناهن سیاسون ما تقاضا دارم که حداقل افکار عامه را با بازی نگیریم و ما آماده هستیم که در چارچوب قانون پاسخ بدیم. بسیار حالا اگر قانون اصل است شما خودتون قانون نمیپذیرید و دنبال یک توجیه دیگه است. این نیاز به سوال نداره. امروز گفتین که خب قانون چطور تصور میشه؟ من قانون اصل نیست. اصلا قانون چطور اصل نیست؟ ما در چارچوب قانون کار میکنیم. اجازه میدین که من همین نقطه‌ای که سر شما اتهام است، نقص است، برای شما بیان کنم. مرسی. امروز در صحبت‌های شما گفتین که کدام منطق قبول میکنه که یک گروه از زنا که همه چیزش تکمیل است بیاد دو بجه شب رای بده؟ بله. آیا تفسیر ذهنی است یا متن قانون؟ یا به عبارت دیگه کجای قانون برای شما گفته اجازه داده، کدام ماده، کدام بند که شما برای این تثبیت کنین آنچه که در قانون تعریف نداره با عنوان یک رأی؟ خب ما پس عرض کردم که اینمی خارج از زمان تثبیت شود. این که اعتبار مطابق نداره مطابق چی تثبیت شود؟ آله عرض میکنم چون خارج از زمان رأی نیست. در انتخابات 98 ما سطح استفاده تکنولوژی در افغانستان بالا آوردیم. این بحثای ذهنی است آقای. اجازه آقای دانشان ما از قانون حرف میزنیم. آنچه که در قانون است مطابق از او من میم. همین مسائل قانونی اگر ما یک سلسله را خدمت شما عرض نکنیم نه شما متوجه میشین نه مردم افغانستان. تکنولوژی از خود مشخصات داره. اگر تنها یک دیوایس شما در نظر بگیرین به حیث آله تکنولوژی هیچ کارآمد نداره. از این دیوایس به عنوان آله تکنولوژی استفاده کارآمد شود که ما بر از این مشخصات میسازیم که او سافت‌ویر است. بسیار بله. ساده که اینمی متاسفانه ممکنه مردم عام متوجه از این مسائل تکنیکی نشه. ما بر خیلی موارد سافت‌ویر ساختیم. عکس چهره را تشخیص کرد سیستم سافت‌ویر بود. تکرار انگشت سیستم تشخیص کرد. تکرار شماره های استیکر سیستم تشخیص کرد. برای از اینکه دستگاه اما سیتینگ ساعت و تاریخش لاک شوه غیر قابل تغییر باشه برای ازی ما میخواستیم سافت ویر بسازیم. اما این شرکت درملو یک زمان برای ما داد که تا این زمان ما این سافت ویر را ساخته میتونیم که او زمان را اگر ما برای شرکت درملو میدادیم انتخابات از شش میزان میکسش. فرقش اینا اجازه بسازیم. شما چی کارا در این وسط که سر ماده قانون پای میمانین و بر از اون میگین که فرق نمیکنه این مادر چشم داره پوشین؟ ببخشین که اینمی مورد بسیار واضح بگو. قانون هیچ کس پای نمانده، قانون پا برجاست. ما ماده 19 طرز العمل شما چی میگه؟ انتخابات یک پروسه است. در این پروسه موارد مختلف در لوایح و طرز العملای ما انعکاس پیدا کرده که مبنای تصمیم گیری است. مبنای تصمیم گیری اجازه بده. ذهنیت شما صحیح ذهنیت ما نیست. شما بس فرار میکنین. ماده 19 چی گفته شما؟ حداقل همین ماده 19 رو تشریح کنین باز هر قدر گپ میزنین. ماده 19 خب گفته تمام پروسه انتخابات استفاده شوه از تکنولوژی بایومتریک. از ساعت 7 تا ساعت 3 دو ساعت. ماده 19 نگفته ایره. ایره خب باز ماده 19 نگفته. ماده هر ماده که گفته حداقل در طرز عمل قانون بحث نداره. ما شما ببینین قانون ما بسیار سریع. بس ما قانون است. اصلا ببینین همین سلسله را اگر شما نشنوین مردم افغانستان سلسله توجیه است آقای. ما خدمت شما آمدیم که مردم افغانستان متوجه شوند که ما چه رقم پیش رفت. شما به حد کافی امروز گپ زدین فکر کنم و همه دیدن. خب حالا امو اوساری گپ آنچه که سبب بحران در نشست امروز شد باید از او دفاع کنین و این انتقاد است که شما از یک خب. از یک ماده قانون چشم میپوشین کلک میگیرین و میرین دنبال توجیهات ذهنی و قطعاً توجیهات ذهنی اشتراک کنندگانی که نمیخواین متوجه مسائل شوا و مبناهای قانونی را که ما در تصمیم گیری های خود داریم مبناهای تکنیکی را که داریم اینا را نمیخواین قصدن متوجه شوا قانون... این در واقع شما هم از همون موضع صحبت حالا معذرت میخوام که قانون... عین تکرار صحبت آیا در قانون بر شما پیش بینی شده است قبل از ساعت 7 تا ساعت 3 دو ساعت هم صلاحیت یا نه یا این گپای زنی باز بالکل دقیق پس کجاست در قانون ما شما بحث ما ختم شد ما بسیار واضحه که یک دقیقه قبل از انتروال زمانی روز انتخابات و یک دقیقه بعد از او قابل اعتبار نیست توجیه از این اگر شما میپالین مطابق کدام باید؟ حالا ایره تثبیت کنیم نکنیم
تثبیت شود درسته؟ در ملوک تثبیت پیشتر. کرده؟ در ملوک تثبیت نکرده. در ملوک قطعا به صراحت گفته که ما مسئولیت از این نمیگیریم به خاطر که سافت‌ویر ما نساختیم. این سافت‌ویر ساختن نشد. پس کمیسیون خودش مشکل ایجاد کرد. ببینین یک مورد است. کمیسیون شرکت در ملوک قراردادی انتخابات افغانستان است. خیلی موارد از در ملوک میخواهد به خاطر معلومات خود. این معلومات بعد میآید تحلیل میشه از لحاظ حقوقی تکنیکی و او زمان است که ما به تصمیم گیری می رسیم. برام خیلی جالب است. هر مواد خام سرش تصمیم گرفته نمیشه. آقای دکتر مسابقه برام خیلی جالب است که در قانون خودتان میگین که ما در مورد قانون حرف نداریم. بله. قبل از هفت و بعد از سه و یا پنج هیچ چیز قابل پذیرش بلکه. نیست. باز از سوی دیگه خودتان میگین که ما با در ملو گفتیم که زمان قید نکنین و اگر قید کنین انتخابات میره و پیش چند بار تکرار کردین. ببینین همین پروسه تکنیکی است که حتی جناب فیاض صاحب شما متوجه نمیشین. شما گفتین که ممکن نیست بر اساس محدودیت زمانی بلکه. ساختن نشد. بله. و در ملوک این معلومات روان کرد گفت که ما مسئولیت از این را نمیگیریم که بله. خارج از زمان شده و شما گفتیم پروا نداره این روان کرده بر ما پروا نداره در یعنی ملوک چی؟ برگزار کننده نیست شما تصمیم گیرنده ما هستیم در ملوک شما... چی کار است؟ شما برگزار کننده و شما پاسخگو هستین از متن قانون نه در ملوک حالا پای در ملوک یک چیز دومی است و پاسخگو برای مردم تصمیم چه و خارج از زمان است در ملوک یک لکه 2000 رای تثبیت کرده خب تثبیت کرده اساس یک تثبیت کرده روان کرده گفته که تکنولوژی که ایره تشخیص کرده سافت ویر نداره این قابل اعتبار نیست از لحاظ تکنیکی مکتوب کار داره نامه کار داره گپ نهایی ایمیل کار داره سند کار داره حالا گپ در ملوک نهایی است یا گپ قانون ببینید در ملوک مسائل تکنیکی را پیش میبره برای ما روان میکنه و ما موارد قانونی تقنینیش در نظر میگیریم و از لحاظ تکنیکی حالا تناقض نمی جاست حالا تناقض نمی جاست شما اجازه نمیتین برای ما همین کوتاه بر شما بگویم برای ما دیوایس آله تثبیتی خارج از زمان نیست حالا پرسان که چرا؟ پرسان کنین به خاطر که ما از تکنولوژی استفاده میکنیم به خاطر از اینکه انسان رول تغییر و رول انسانی نداشته باشه درست است اگر ما مثال میزنم اگر ما تکرار چهره ها را انسانی میساختیم شما میدیدین میگفتین که والا این مشابه نیست من میگفتم نه مشابه است جور نمیاد باور کنین من نتونستم این جملات هضم کنم شاید از چی مشابه مشکل نمینجاست مشکل نمینجاست ببینین فیاض ادبیات اگر این اجازه حداقل ما اگر تمام روز بحث انتخاباتی میکنیم مشکل نمینجاست ما نمیفهمیم بازو اگر شما یک ذره توجه کنین میفهمین تکرار چهره رای تکراری در قانون یک فرد حق یک رای داره بیشتر از یک رای یک فرد حق یک رای داره ما سافت ویر ساختیم که افراد تکراری را سافت ویر و تکنولوژی تشخیص کنه بله به اساس از 86000 رای تکنولوژی تشخیص کرد درست شد حالا این سافت ویر ساختیم سیستم تشخیص کرد اگر ما سافت ویر نمی ساختیم اینج رو ما زمان چرا سافت ویر عرض خب امیر یک تفهیم شما بر شما اگر ما سافت ویر برای تشخیص تکراری نمی ساختیم کار می افتد دست من فرد و شما فرد بله. یک چهره تکراری رو شما میگفتین که تکراری نیست من میگفتم نه تکراری است نقش انسان اینجا برجسته میشد این جور نمی آمدیم تثبیت نمیشد چهره های تکراری ولی سافت ویر ساختیم این چهره های تکراری رو سیستم تثبیت کرد که ما هم گپ نداریم مطابق قانون هم هست کسی دیگه هم گپ نداره اما ما سافت ویر ساختن نتونستیم که خارج از زمانه برای ما تثبیت کنه در حالی که قانون بر شما حکم کرده بله. قانون بر ما به این صراحت این را نگفته که شما سافت ویر بسازین صراحت دیگه ازی بیشتر صراحت چی است از هفت صبح تا سه تا پنج حالا اون میگذاریم سر جایش اون میگذاریم سر جایش که در ملوک چرا نساخت و در ملوک باید به حیث شرکت اینجا قرار داده اینجا جای نیست که شما سر جایش اگر ادامه از این اگر ادامه از این شما اجازه نتین مردم افغانستان متوجه نمیشه تکنولوژی در دست انسان قرار میگیره تایمش تاریخش اینمی دیوایسی که فعلا هسته چون سافت ویر ساخته نشده شما جداگانه 4 ماه قبل میتونین تاریخ ازیره ست کنین ما جداگانه میتونیم 4 ماه بعد
ساعت از زیر این دست دکانداران است، در دست کمیسیون است. ببینین همین دیوایس ها در دست کمیسیون است، در دست موتور. ببین بازم میگم که نقش، چرا از تکنولوژی ما استفاده کردیم، داد قانون تعدیل کردیم به خاطر از اینکه نقش انسان باید پایان بیاید. و ما 2 لک نفر در روز انتخابات کارمند داشتیم، کارمند هم مردم افغانستان بود. و در خیلی از جاهای دور ما ظرفیت نداشتیم که کارمند استخدام میکردیم. ما از وزارت امور زنان، از وزارت کار امور اجتماعی، از نهادهای جامعه مدنی کتباً درخواست همکاری کردیم که در اینی قدر محلات ما کارمند پیدا کرده نتونستیم، با ما همکاری کنین. این افغانستان است. به این اساس که چی؟ ادامه‌ی است. ما منابع حقوقی زیاد را داریم برای تثبیت زمان. ببینید ما نمیگیم که خارج تثبیت زمان قابل بحث عرض ما ببین قانون... تثبیت زمان خار... قانون رای... قانون میگه که خارج از زمان شما باید چی کنه. قانون رای خارج از زمان را به عنوان باطل رای کرده. باطل بله. نکرده، به عنوان رای نپذیرفته، اصلا وجود نداره. خب بحث تکراریست، ما تو از اول را خلاص کردیم. حالا شما میگین که ما چون کارمند کم بود و نبود و این بود، حالا چیز ذهن شما، حالا شما ببینین این مواردی بود که ما با شما تشریح کردیم. گزارش نهادهای امنیتی جایگاه حقوقی داره در پروسه انتخابات، مطابق طرز عمل ماست، مطابق در لایحه های ماست، مطابق کدام ماده؟ ببینین ما محلات باز و بسته در زمانش نهادهای امنیتی به ما گزارش میتن که اینی باز شد، اینی نبود، و این مبنای میتونین شما با طرز عمل های ما چی کنین؟ جایگاه حقوقی داره، جایگاه یک مورد... ارتباط به گپ نداره. شما ماست زمان میگیم، شما معذرت میخوایم، شما متوجه گپ اگر نشوین ما شما به نتیجه نمیرسیم. نهادهای امنیتی جایگاه حقوقی داره، جایگاه حقوقی داشت مبنای تصمیم گیری قرار میگیره. پروسه در پروسه انتخابات نظارت بسیار برجستگی خاص خود داره، جزء پروسه، جزء مهمی از پروسه انتخابات نظارت. اصلا پرسش شما نیست، ما به پرسش شما میرسیم، ما به پرسش شما میرسیم. ناظر جایگاه حقوقی داره، مردم جایگاه حقوقی زمانی پیدا میکنه که در یک محل میه، یک تخطی رو میبینه، فرم ثبت شکایت است، شکایت درج میکنه. ژورنال داریم، وقایع غیر نرمال که اتفاق میفته در ژورنال ثبت میشه، نازنین امضا میکنه. هر کدام از اینا جایگاه حقوقی داره. نهادهای امنیتی ای 1212 رأی که شامل 7355 محل میشه باز گزارش داده به موقعش، یعنی در روز انتروال زمانی که ما تعیین کردیم. ناظر تیکتای که فعلا معترض است این امضا کرد. اینا مبنای تصمیم گیری ما جناب فیاض. شروع بس ما با یک مثال خیلی ساده بر شما کردم و شما هم رد کردین که اگر با تمام چیزهای قانونی یک روز بعد یک نفر بیاید شما رو میپذیرین، گفتین نه چون در قانون پیش بینی شده. حالا تکرار و توجهش فکر میکنم جای نمیگیره. بسی است که یک نگرانی خیلی جدی آمد شد. همین یک روز بعد، همین یک روز بعد باید معلوم شه، یعنی یا هر کسی که آمد گفت انتخابات در فلان محل 2 روز بعد برگزار شد. شما گفتین که اصل ما گزارش هاست، نه زمان، و زمان قابل سنجش نبود و زمان در ملوک در نظر نگرفته بود و بنان زمان اصل نیست. حالا اگر این را بپذیرین که زمان اصل است و مطابق زمان، اگر همین 1,12,000 اگر 1,12,000 رأی خلاف زمان باشه از طرف کمیسیون رد است، مشکل حل است. حل است بله. شما آرای غیر از قبل از زمان، ببینین جناب فیاسب، 1 دقیقه قبل از انتروال زمانی تعیین شده و 1 دقیقه بعد از او اگر انتخابات صورت گرفته باشه، 1 نفر رای داده، 100 نفر رای داده اعتبار نداره. ما شما اول توافق کردیم سر از این، اما تثبیت از این شما جدا بگوین، یکی بگو یکی 1 روز بعد در این محل A 1 روز بعد انتخابات برگزار شده، محمود بیا. من کانفیوز شده فوق العاده. محمود بیا شما امروز از صحبتاتون میگین که 2 بجه یک گروه از زنا اومده رای داده، کدام منطق قبول میکنه که زنا از خانه خود برای 2 بجه رای بده؟ این مثال برای چی؟ خب عرض ما چی است؟ ما چند دلیل ارائه کردیم و برای بعضی از این دلایل مبنای حقوقی است که مبنای تصمیم گیری ما قرار میگیره. یکی دلایل حقوقی است، یکی دلایل تکنیکی است که مبنای تصمیم گیری ما قرار میگیره، یک دلایل منطقی است که مبنای تصمیم گیری ما نیست. بله. ما برای مردم تشریح میکنیم. بیش از 2000 محل در خارج از زمان توسط دیوایس گزارش شده که زنان است، محلات زنان است. بخش عمده از این از طرف شب گزارش شده. بله. که رایگیری صورت گرفته. این دلایل منطقی به اساس فرهنگ و اجتماع که جای نداره، این جایگاه دلایل منطقی است باید مطرح نشده، جای نداره، این جایگاه حقوقی نداره. ما بله. ما آل با شما از مبناهای حقوقی صحبت میکنیم.
کمیسیون شکایت بوده نمایندش جایگاه حقوقی داره در تصمیم گیری ما، در طرز العمل های ماست، در چک لیست های ماست که در مرکز جنبندی آرا پیش میره. یک عنصر خیلی مهم قانون که زمان بود نقص شده، صرف نظر از اینکه همه چیز دیگه وجود داره. من معذرت میخوام، زمان نقص نشده. شما گفتین دو بجه شب یک گروه از زنها در اوجه، زمان نقص شده، دو بجه نقص نه. من واقعا من نمیفهمم شما چرا قرار ببینین. ما میگیم دیوایسی که شما به حیث فرد میتونین تایمش اشتباه بزنین، امروز انتخابات اشتباه، امروز انتخابات امی لحظه انتخابات است، شما از سه روز پیشی رسید کنین تا بله. و به اساس اینمی سید کردن غلط دیوایس شب گزارش شده. مثلا در دلو 1397 گزارش شده که رایدهی صورت گرفته، در صورتی که یک ظرفیت کمیسیون قبل پایین بود که ستاپ غلط کردن. ببینید این ارتباط به ظرفیت کمیسیون نمیگیره. فیاض ما بسیار واضحه بر شما میگیم ما تکنولوژی را به خاطر از این استفاده کردیم که نقش انسان وجود نداشته باشه. حالا تکنولوژی را غلط اشتباه استفاده پس این سوال شما میگید تکنولوژی استفاده شده اشتباه. این سوال از این که در این ارتباط شما سوال میکنین، این را سوال کنین که ما آل 1,843,000 رای با اعتبار داریم، اما 2.7 میلیون گزارش شده بود. شما ایراد به ظرفیت کمیسیون نگوین دیگه. حالا شما ما سیستم ساختیم که ایراد ببینید، من از خود نمیگم، این از شما میگم که شما میگین که خب زمان ستاپش اشتباه شده بود، از چند ساعت پیش ستاپ شده بود اشتباه شده بود. اصلا ببینید ستاپ اشتباه یعنی چی؟ من ایراد نکردم فیاض چی است؟ همین موضوع تکنیکی است، بحث امشب جالب نبود. برای مردم هم برای ما شما برای شما جالب نباشه. نه برای من جالب نیست، من مطمئن هستم خود شما بسیار خسته شدین به خاطر از این موضوعات تکنیکی که ما مطرح میکنیم. شما یک چیز دیگر هم ما بسیار متاسف هستم به یکی درست موضوعات بسیار تکنیکی است. مردم افغانستان هم ساده خواهد بود. قاعده حقوقی به پیچ طبیعی است که شاید من مثال بسیار ساده به خاطر مردم افغانستان زدم که کارمندای تلویزیون آریانا، کارمندای تلویزیون آریانا بر کلشان باید تقدیر نامه داده شد. تثبیت هویت کارمندای تلویزیون آریانا ضرورت است یعنی یا یک کسی دیگه از بیرون بیام کارمند است؟ اگر بس جمع کنیم آقای دانشجو فکر که خارج از زمان فکر اعتبار که اگر یک ساده دیگه هم بپیچی ما قصه تخم مرغ و مرغ و تخم مرغ بس مایی است که چی زمان سناریوی ابهام‌آلود انتخابات افغانستان به نقطه پایان میرسه؟ آیا شما برای اعلام نتایج نزدیک شدین؟ اعلان میکنین یا همچون معلق استاد است؟ ما کاملا آماده اعلان نتایج هستیم. هفت ولایت پروسه تفتیش با شمارش باقی مانده. نشست امروز برتان گفتم میتونم آخرین چانس برای تکیت های انتخاباتی بود و ما معلومات خود برای اینا ارائه کردیم. بسیار ساده لوحانه خواهد بود که بازم انتظار به این باشه که ما انعطاف پذیری شخص دانشیار موضوع شخصی دانشیار می بود. هزار بار ما انعطاف پذیری میکردیم. موضوع یک نهاد ملی است، یک پروسه بسیار حساس که ارتباط میگیره به سرنوشت مردم افغانستان و پروسه ها به شکل قانونی پیش رفته. ما مکلف به ارائه معلومات هم به مردم افغانستان و هم به تکیتا و تمام نهادها هستیم. این وظیفه خود انجام دادیم و این انعطاف پذیری مطرح کردنش اگر نهادی باشه به ما درست نیست. بسیار. کاش فردی ما میتونستیم، چون خیلی از دوستای ما معترض هستن، کسایی هستن که از لحاظ عاطفی ما بسیار پیوند قوی دارم با اونا، اما از لحاظ اینکه ما یک جایگاه حقوقی داریم و یک نهاد ملی ما کار میکنیم، این انعطاف پذیری در تصمیمای ما وجود نداره. بسیار زیاد و ما چیزی که مکلفیت داشتیم معلومات ارائه کردیم. شما تشکر آقای دانشور از اینکه حضور یافتین. یک وقفه کوتاه زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین. در این بخش با ما جناب آقای شفیق الله سیغانی عضو دست انتخاباتی تیم ثبات و همگرایی و آقای گلرحمان احمدزی عضو دست انتخاباتی دولت ساز حضور دارم. خوش آمدید میگم. بس از آقای احمدزی میخوایم آغاز بکنیم. نتیجه امروز یک بنبست محض و ادامه نگران کننده. چی پیش بینی میشه در نهایتش؟ چقدر توقع میره که کمیسیون بتونه آنچه که خودش فکر میکنه به نتیجه برسونه، نتیجه اعلان کنه؟ سلامون جناب فیاض صاحب، سلامون تاستا میلمنوتا استاسو د تلویزیون ټول لیدونکو ته. موږ دا توقع کوله چې دوی بنمنی
دا توقع زموږه وه مخته ځکه چې دلته دا خلک تجربه شوی دی دا ټیم تجربه شوی دی په 2014 کې هم تجربه شوی دی دوی نه ده منلې په 2009 کې هم دوی نه ده منلې اوس یې هم نه مني نن دغه د ناظر بنسټونه نړیواله ټولنه مدني فعالان ضمناً ټول انتخاباتي ټیکټونه رسنۍ ټول موجود و لایف پروګرام روان و دا خلک نه مني دوی صرف نه منم زده دي بل خبر دوی نه ده زده نو کمیسیون نن هم دوی ته قناعت ور نه کوي زه غواړم چې دغه د 1,212 پاکله باندې دوی ته مفصل دا معلومات شو اما ډېر ښه پاینټ تاسو مخکې وویل چې دوی نه مني اجازه راکړئ چې دا پوښتنه وکړو ښاغلی صاحب تاسو ته راځو فرصت درکوو چې تاسو زما وخت دلته ورکوئ نه مستقیمه همدغره چې تاسو مرکو چرا یک فرهنگ عدم پذیرش آنچه که آقای سلطانزوی گفت آنچه که آقای احمدزی حالا میگه جز عدم پذیرش دیگه راهی که شما باید قبول کنید به گونه دموکراتیک وجود نداره بخیر بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام خدمت شما و دوست حضور در بعض همه بنندا من فکر میکنم قضیه انتخابات با تاریخ نمیشه حل کرد که 2014 چی بوده 2009 چی بوده 2001 چی بوده ماهیتا مسائل انتخاباتی مسائل حقوقی و تکنیکی است آنچه که گفته میشه قبول نمیشه قانون اجازه نمیده شما امروز دیدین که بحثی که به وضاحت به مردم بیان شد از اول تا آخر ما فقط مادهای قانون رو پشت هم خواندیم و لیست کردیم هیچ جای گپی استدلال تفسیری تعبیری از قانون نبوده ماده قانون نخواندیم بس اگر باز ما در خواندن ماده قانون قبول نکردن باشه ما فکر میکنیم بسیار برداشت و تعبیر نادلانه است ما ماده قانون نخواندیم یک نقطه خدمت شما آقای فیاض بگیم که امروز در نشست امروز کمیسیون مسئولیت ها و مقام پاسخگویی عوض شده بود کمیسیونی که طرز العمل عوض کرده کمیسیونی که مکلف به تطبیق قانون انتخابات است کمیسیونی که لواحی را همه کمیشنرهای محترم امضا کرده به عنوان سند تقنی در سی انتخابات نافذ و حاکم است ما به اساس مو فضای روشن به انتخابات رفتیم ما بخشون میخوندیم که نمی مادر خودت قبول داری امضا کردی بله همه مادر چرا تطبیق نمیکنی سکوت در مقابل همه مادر شما چی گفتنی دارین سکوت امی ماده گفته که نمی رای باطل است بله باطل است چرا باطل نمیشه ما شما معتبر میدونین یک نقطه میخوام خدمتتون بگم یک نقطه میخوام خدمتتون بگم که کاری کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق اسناد تقنینی نیست پاسداری از آرای پاک مردم است مدیریت انتخابات است مدیریت انتخابات ماهیتا کار حقوقی و تکنیکی است کار سیاسی نیست اونا فرق نمیکنه با کی میبره پروسه رو موفق کنه آرای افغانستان به کرسی بنشونه آرای پاک شد اما یک جای کمیسیون نگفته که ما قانون نقض کردیم ما گفته که دنبال تناقض هستیم و این ایجاب میکنه که بریم بوتر قبل از ما در جای من نشسته بود کلیپش در فیسبوک ها بر آمده در حدود 50 دقیقه که قبل زد نزدیک به یک ساعت صراحتا در 4-5 جا گفت که ما میفهم خلاف طرز العمل است ما میفهم خلاف طرز العمل است اما مجبوریت ما رو باید تکتا درک بکنه چی مجبوریتی چه فشار سرت وجود داره و مردم افشا نمیکنی کار کمیسیون به این است که توجیه کارمندی که مجرم انتخابات است توجیه بکنه و عمل سر ما مشروعیت بده سر مردم مشروعیت بده سر قانون مشروعیت بده کارش است که به قانون تطبیق بکنه طرز العمل تطبیق بکنه لوایح تطبیق بکنه چی مجرم انتخابات رو معرفی کنه چی میکنه رای حل میس کمیسیون بر بگرده با مقابل یک ماده ما یک پاسخ نداشت کمیسیون آقای دانشو پیشتر گفت آخرین چانس برای شما بس چانس نیست چانس قانون داده مردم از آرایش پاسداری میکنه کمیسیون چیکار است به ما چانس بده ما با کمیسیون اعتماد کردیم کمیسیون مطابق قانون صلاحیتش مشخصه هفت ولایت همچنان مسعود خواهد بود بله هفت ولایت مردم اجازه نمیدن هفت ولایت چه که تظاهرات گسترده شما دیدین روز یک ولایت دو ولایت و گسترده میشه مردم تظاهرات دوامدار انجام میدن مردم دروازه کمیسیون مستقل در کابل میبندن مردم ابزارهای قانونی که در اختیارشون از دیگه استفاده میکنه ما فقط این ماده را فریز کردیم خواندیم هیچ چیزی خلاف از قانون نخواندیم حتی یک استدلال حقوقی هم نکردیم 1,22,000 مطابق اینمی ماده باطل است ورق رای دارای تصدیق بایومتریک تصدیق اون خارج از ورق یک منطق دیگه هم در امضای میکنه شده بود هم دمیش هست یک منطق دیگه هم در کنار شما هست که تا حد زیاد آنچه که شما استدلال میکنید رو خلاف قانون میده اجازه بدید آقای احمدزی پرسید آقای فیاض استدلال فقط خوندم بر شما بر میگم بر شما بر میگم میرم گوری جناب فیاض صاحب دوی چی وای چی خلق به دخل رای څخه دفاع کی تاسو خو غواړئ چې دخل کو رای باطل کړئ ولې دخل کو رای باطل وي کوم چې قانون نقض شوی دی دوی ګوره زه دلته یو لږ مخته دغه ټکو ته غمی اشاره وکړله خو زه غواړم په وضاحت باندې ووایم مخته له وخته وروسته له وخته طرز العمل وایي دا رای باطله ده زه منم چې باطله ده
ولی دلته ژورنال دی، دلته ریزل شیټ ده، دلته رست لیست رای دی هندگان ده، دلته کیو آر کوډ د پسندر کې دی برګای دی هیتر شاه، دلته گزارشات دی، دلته امزاگان دی استاد و ناظرونو دی. نن کمیسیون په خپل پریزنټیشن کې دوی دی ناظرین امزاگان ونه خودلې. صحیح ده په ډیوایس کې یو تخنیکی تخلف یا مشکل تر سره شوی ده د یو کارمند نه، ولی په هغه ډیوایس کې خو بایومیټریک هم روغ دی په اساس د لیست رای دی هندگان. عکس هم شته، تذکره هم شته، هر څه مراحل ته ضرورت ده. او د څه ضرورت ده چې څوک وروسته له وخته یا مخته له وخته رای ورکوي، وخت چې لیست رای د هندگان کې وي، وخت چې هلته ژورنال پروت وي، هغه ټول مرتبط اسناد کمیسیون نن پریزنټیشن کې دوی ته وښودل. دوی قناعت نه کوي، نه منم زده دي. دا یعنی دوی اوس طرزالعمل دغه بل دی 1,023 رای طرزالعمل ته اوس وګوره. اتمه ماده دلته لیکلي دي چې کله له دوم ډیوایس نه استفاده کیږي تاسې دغه چپ بدل کړئ. صحیح ده، طرزالعمل کې داسې لیکل شوي، ولې په څه خاطر باندې؟ په خاطر رای تکراری، کې رای تکراری د سرور سایډ معلوم شوه. تخنیکی مسایل ټول واضح معلوم دي، حقوقی مسائل هم معلوم دي. دوی وایي چې نه، طرزالعمل کې دلته ذکر شوي دي چې داسې وي دا رای باطل ده. کوم ځای کې لیکلي دي په دغه طرزالعمل کې؟ اتمه ماده کې دغه ته فیاض صاحب ته وګوره، په کوم ځای کې لیکلي چې رای باطل ده؟ بیا ابطال طرزالعمل په ټاکنو کمیسیون کې هم معلوم ده، د شکایتو کمیسیون کې هم معلوم ده. ما کاغذ دانشو سره بس وکړه، په اتمه ماده کې نه دي راغلي چې رای باطل ده، په اتمه ماده کې راغلي چې دا رای نشته، اصلا وجود نه لري. ګوره رای دا ټول بایومیټریکي رای دي جناب فیاض صاحب، 1,023 ټولې بایومیټریکي رای دي، د دوی د نظارت نه لاندې شوي دي. دوی رزل شیټ امضا کړی دی، دوی ژورنال امضا کړی دی، لیست رای دي نظام کې شته، سرور سایټ ته تللی دي. باور وکړئ له ډېرم چې دا خبرې زیاتې کړي دي، شاید تاسو بیخي خوب وینواره شپه دا ماده د قانونو بایومیټریکو ډیوایسو کمیسیونو ده. اوس څه کیږي؟ فکر کوي چې هغه وضاحت چې ښاغلی سیغانی ورکړه، دو سره قانون شته، خلک شته، اجازه نشته، تظاهرات به دوی ګوره. خلک نن سبا د افغانستان هوښیار دي، هیڅ وخت څوک نشي غولېدلی. ټاکنو پروسه یو کامل ډیموکراتیک پروسه ده. پخوا به چې دوی ولس په مختلفو بهانو باندې ولس غولاوه، هغه ولس اوس نه غولېږي. د کندی تظاهرات هم ولیدل، د بامیانو تظاهرات هم ولیدل، شپږ نفر هم نه راوستلي، د نفرو نه موټر زیات و. خلک اوس په دوی باندې نه غولېږي. ولایت د په کوم استدلال، په کوم منطق، څومره کمیسیون کې دا ظرفیت ویني یا دا توان ویني چې بې له دې نه چې پام وکړي نور معترضینو ته پایلې اعلان کړي؟ ګوره، معترض که چېرته قناعت کوي، چې قناعت یې ونه کړي، قناعت چې ونه کړي خو قناعت نه کوي. ټول په خبره دی جته بنده ده. جناب فیاض صاحب، دوی غواړي قدرت کې په هره بهانه ځان شامل کړي، ولې دوی تجربه شول 2014 نه تر ننه پورې د تاسو کابینه کې چې 50% شریک وي، کومه لاسته راوړنه تاسو لرئ؟ کومه طرح هم راوړې ده حکومت ته؟ د افغانستان ولس ته کوم خدمت کړی دی؟ 50% تا چې برخه اخیستې وه، تا نه ولس خوشحاله نه دی، تا نه رئیس جمهور خوشحاله نه ده، تا نه کابینه خوشحاله نه ده، کار دې نه دی ورکړی. پرېږده افغانستان پر روان 15 کالو کې مکمل کار وکړي، راسه 15 کاله مکمل د خپل ځان لپاره آمادګي ونیسه، د 2023 لپاره آمادګي ونیسه، راسه اپوزیسیون کې خپل کار وکړه، په حکومت باندې انتقاد وکړه. هر کوم چې که ته د حکومت نه ښه طرحه لرې، ته د حکومت نه، د اشرف غني نه، د افغانستان د ولس لپاره زیات هغه کولی شي، خدمت کولی شي، راسه بسم الله. نو دا خو نه کېږي چې زه نه منم. دوی نه مني، دوی صرف یو نه منم پېژني. زما پوښتنه دا نه وه، کارم هڅه کمیسیون به دا توان ولري چې پرته له دونه دا مسله حل کړي؟ جناب فیاض صاحب، کمیسیون مستقل دی. هغه دا کمیسیون ته هر څه تر اوسه پورې کمیسیون متوقف ده، یو بنبست ده. کار بنبست هغه خو وایي چې د دې ولایتو سرنوشت معلوم سي. بهرحال دیارلس سوه محله د پاره د 25,500 د وشپېتو د محلاتو سرنوشت بند ده. د افغانستان ولس دوی مخشوش کړی دی، د خلکو ذهنونه مخشوشوي، خلکو نه افزاري استفاده کوي. ته خدای د ولس نه څوک افزاري استفاده کوي؟ دوی په خپل ولس باندې مرهم نه کوي، په خپل ورځ باندې دا کوم خلک چې درا وستلی دي، په خدای کې په دوی باندې دغه باندې رحم کوي. موږ ورته احترام لرو. ډاکټر صاحب عبدالله ته چې هر چا رایه ورکړې ده، موږ ورته احترام لرو. هر چا چې ډاکټر صاحب عبدالله ته رایه ورکړې ده، هغه د کمیسیون پاکې او ناپاکې ټولې رایې معلومې کړې دي. پرېږدي ولایتو کې دوی تقلب کړی دی، له خپل تقلب نه شرمېږي. په دا 1,300 محلو کې چې دوی کوم تقلب کړی دی، بیخي بېمثاله تقلب یې کړی دی. خو پرېږدي کمیسیون که چېرته غواړی چې د تقلب په خلاف اصلي تاسې، پرېږدي چې په هغه ولایتو کې ټول هر څه واضح معلوم شي. سقف تر اوسه پورې هیڅ نه دی معلوم. کومه رایه موږ ویلې ده چې دا باطل کړي؟ څه کیږي؟ کیږي دا چې ټاکنو کمیسیون د خپل تصمیم ونیسي، که د 1,300 محلو کمیسیون کاملا تصمیم نیولی شي. ولې تر اوسه نه ده؟ ګوره،
جناب فیاض صاحب اغا طرز العمل کې واضح لیکلي دته د ابطال طرز العمل مکمل معلوم دی. یو څوک زورمند شراوړي، یو صندوق لزان سره په زور وړي، یا یو ډیوایس لزان سره په زور وړي، دا رایه باطل ده. دیارلسو محله په زور بند کمیسیون دا صلاحیت لري چې دیارلسو محله ټول ورته باطل کړي پرته له دې چې لاړ شي هغه وګوري. نه پرېږدي کمیسیون په هغه ولایتو کې دوی یا په بلې بارې پرته له هغو کوی شي چې تصمیم خپل اعلان کړي. ګوره موږ کمیسیون ته داسې نه وایو چې دا وکړه. نه مطلب چې دا صلاحیت کمیسیون لري تصمیم. کمیسیون کاملا سره هر صلاحیت لري. نه پرېږدي په کوم ځای کې چې زورمند څوک نه پرېږدي هغه رای باید باطل کړي. زه ګوره یو خبره بله وکړم. ډېر چې دا وخت تقسیم شي بیرته تاسو ته نوبت راشي چې جمع بندي شي. حالا یک پیام خیلی واضح کمیسیون توان عدم در نظر داشت امو هفت ولایت و محلات هم داره و بدون از اون میتونه که اعلام رای کنه یا اعلام نتیجه کنه و تا حد صحبت های آقای دانشوار هم گفتین که یک چانس آخر است و بالاخره تصمیمات نهایی در قبال اعلام نتیجه. چی میشه فکر میکنین که اگر متوسل شد به اقدام فکر میکنین که هفت ولایت که بسته شده و بتونه تعیین کننده باشه؟ یک نکته را خدمتتون بگویم که کمیسیون یک نهاد تعریف شده داخل چوکات حقوقی است. یک سماروقی بدون محدودیت و بدون چوکات نیست که به کی چانس میده به کی چانس نمیده. کمیسیون تا زمانی مستقل است، بی‌طرف است، مورد احترام است، مرجع تصمیم گیرنده است که مطابق قانون و اسناد تقنی مرتبط تصمیم بگیرد. نشست امروز با وصف همه نواقصاتی که داشت اما یک ویژگی مثبت داشت. ویژگی مثبت نشستی بود که همه مردم فهمید که کمیسیون هیچ مبنای حقوقی برای تصمیمش نداره. هیچ استدلال حقوقی برای دفاع از تصمیم غیر قانونیش نداره. طرفی که معترض است فقط ماده های قانون فرستوار رو میخوانه و میگه قانون خود چیز است. آقای مزه میگه طرفی که معترض است جزء فرهنگش عدم پذیرش است و انتخابات قبلی هم و بالاخره انتخابات یک برنده دوستای دولت ساز میگم که انتخابات یک کار تکنیکی و حقوقی و سرنوشت مردم است. بیاین افغانستان با تقلب سرنوشت تعیین نکنیم. 2014 فسادش به همه معلوم است. برنامه‌هایی که لاف می‌زنند دو تا مناظری که حاضر نشدن برنامه نداشتن کلش پوچ خالص. همه برنامه‌هایی که فقر امروز است، ناامنی امروز است، فساد اخلاقی که امروز است، 6 میلیاردی که از کد 91 تاراد شده، وزرایی که بدون کدام محدودیت سفر میکنه و 50 60 نفر به خود میبرن و چی فجایعی در اونجا رخ میده، این همه نمی برنامه‌ای است که اینا حرف میزنن. این کدمان پوشیده نیست. من نمیخوام به بحث‌های بیشتر سیاسی و بحث‌های حکومتی برم. بحث ما بحث انتخابات است. قضیه ما قضیه انتخابات است. سرنوشت افغانستان تعیین میکنه. قانون دو صراحت داره، طرز عمل دو صراحت داره. آقای احمدی پلیتون میگه شما دو گروگان گرفتین. اجازه بدین افلات ما فکر میکنم بس گروگان گیری سرنوشت امروز اختیار کمیسیون است و هم به توانی و فشار دستگاه حکومت و تیم دولت ساز. به دلیلی که وقتی قانونش خودش رعایت نمیکنه، طرز عملش خودش زیر پا میگذاره، لوایحش خودش زیر پا میگذاره، با کجای کمیسیون باور داشته باشیم؟ استقلال کمیسیون تا کجاست؟ بی‌طرفیش تا کجاست؟ قانونیتش تا کجاست؟ کجای تصمیم گیریش تا کجاست؟ کجای قانون حکم کرده که هفت ولایت باید مسدود شوه بر شما؟ بله؟ کجای قانون بر شما میصلاحیت داده که هفت ولایت باشه؟ شما خودتون که حقوقدان هستین میفهمین که اراده مردم مطابق ماده 4 قانون اساسی حاکمیت متعلق به مردم است و مردم میتونه از حاکمیت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بس اجتماع، بس تظاهرات، بس اعتصابات ماده 25 و 27 قانون همین قانون شما بخونین. شما نیستین و شما بله؟ هیچ دخیل نیستین. قطعا ما هیچ گونه از مردم نگفتیم دروازه رو بسته کنه. در بس تظاهرات، در بس اجتماعات، اما کارشون برای پاسداری از رأیشون دولت تقدیر میکنیم. این حقوق شهروندیشون است، حقوق مدنی شون است، اگر حق مسالمت آمیز اگر... است. هیچ وقتی به مواد اساس یک نقطه اگر به اساس پیشنهاد کمیسیون و موافقت حکومت اقدام به حل افت ولایت از طریق قوی مشروع بکنه چی اقدامات حکومت هاون باور دارم که حکومت خلاف قانون نباید کار را انجام بده. باز اگر دسته هیئت رهبری حکومت بخواد کار انجام بده، نقض همو قانونی که پیشتر خدمتتون گفتم وقت کم است، نامش طولانی است، نقض او قانون است، نقض حقوق شهروندی مردم است، یک تقابل نظام با مردم است. و طرف حکومت فقط در دو تا مسئله با در انتخابات دخیل است. هماهنگی امنیتی در روزی رای دهی
بس تمویل بودجه است، فیلتر سند بودجه. حکومت نمیتونه به کار انتخابات مداخله بکنه. در حالت یک اونم گپی اسدالله خالص ما دیدین چقدر است که بر حکومت داشت. همه جهانیان گفت که حکومت نمیتونه مداخله بکنه و کمیسیون خودش که خلاف قانون کار میکنه، تصمیم خلاف قانون میگیره، طرز عملش دور زده، نمیتونه از یک مرجع دیگه تقاضای کمک بکنه و بگه به زور کار انجام شده. وی تقاضا شده آقای سیدی. تقاضاش خلاف قانون است. آیا دا پیش بینی ممکنه ده چه حکومت مداخله وکړي در مسائل دن چې دوی دغه د کمیسیون ته راغلي وو خپل سوالونه یې په ډېر وخت یې واخیستلی تقریبا د څلوېښت پنځه څلوېښت منټو نه زیات دوی صرف د نورو سیاسي احزابو په نمایندګي باندې وغږېدل. آخر کې سعادتي صاحب دا هم وویلې چې احزاب نقلي راورده. آیا سیاسي احزابو ته خلک احترام نه لري؟ ګوره د حکومت د لاسته راوړنو باندې بحث وکړي. اشرف غنی تر اوسه پورې څومره پروژې ترسره کړلې؟ ټوټاپ مثلا نه دلته سیاسي خبره بحث هم دی. مشارکت د زنان دوی تعصب کوي، د قومي تعصب تر څنګ باندې دوی د افغانستان له ښځو سره هم تعصب کوي. مشارکت د میرمنو څومره په تیرو پنځو کالو کې تاسو خو وښایئ تاسو څومره میرمنې دغه عقینه وښایه په اقتصادي برخه کې، مثلا صادرات او واردات وښایه، زموږ جلغوزه کوم جهته ورسېدله، د ځوانانو مشارکت په حکومت کې وښایه. دا مهم دی چې زه ریاست اجرایه وښایه. ریاست اجرایه تر اوسه پورې د شرهنمای معاملات په نوم باندې مشهور ده. په دې اوسه پورې چې څومره مثلا وحدت ملي حکومت لاسته راوړنې لري، په دې کې د اجرایه ریاست کوم رول دی؟ آیا کمیسیون به حکومت نه تقاضا او حکومت به د کمیسیون په منلو اقدام وکړي او ولایتو خلاصون ته چې لار خلاصه شي؟ کنه حکومت یو له شرکاو د ټاکلو د کمیسیون شریک دی. د قانون په تطبیق کې نه تنها د ټاکنو کمیسیون سره دی همکار ده، بلکې د افغانستان د قضا په قوه کې له هر قانوني سرغړونې څخه دوی مکلف دی چې قانون تطبیق کړي. د یو نویمې مادې په اساس باندې دوی اصولنامه د ټاکنو کمیسیون سره نه ده امضا کړې، ولې په خپل اصولنامه نقص کوي؟ ولې درې دېرشمه ماده د اساسي قانون نقص کوي؟ ولې یو سل شپږ پنځوسمه ماده د اساسي قانون نقص کوي؟ ولې لایحه د تفتیش او د بیا شمېرنې نهمه ماده یولسمه فقره نقص کوي؟ دوی څه نه دي نقص کړي. دوی درملوک نه مني، دوی کمیسیون نه مني، دوی نړیواله ټولنه نه مني، دوی مدني فعالان نه مني، دوی قناعت نه مني. نهایتاً تاسو هم دا غوښتنه کوئ چې حکومت نه چې اقدام وکړي؟ کنه کاملاً موږ غږ کړی دی. ټاکنو کمیسیون په هم په حکومت باندې غږ کړی دی چې باید قانون تطبیق شي. موږ هم غږ پکړ او د ټاکنو کمیسیون که چېرته دی کوره هم صلاحیت لري د قانون د تطبیق په وخت کې تقویم د بل ذاتي د افغانستان ولس ته اعلان کړي. نتایج ولس غواړي، نتایج باید زر تاسو نه مننه ښاغلي سیغانی نه همدارنګه لکه ښاغلي دانشیانه چې په لومړۍ برخه کې موږ سره تاسو لیدونکو نه تر بیا خطر